برنو اندیشان تقدیم میکنند. سلام، امروز میخوام در مورد فلسفه ژاک دریدا به صورت کامل صحبت کنم. این برای چه کسانی مناسب این آموزش؟ معرفی ژاک دریدا چه چیزی اول باید بیم یاد میگیرید؟ معرفی ژاک دریدا و در زمینه‌های فکری او، بررسی مفاهیم کلیدی در فلسفه دریدا جمله ساختار شکنی تفاوت، دیکانستراکشن، نشانه شناسی و متن، تبار شناسی اندیشه های دریدا و تاثیرپذیری او از فیلسوفان دیگر، تحلیل متون برجسته دریدا و واکاوی اندیشه های او، کاربرد فلسفه دریدا در حوزه های مختلف علوم انسانی. مزایای تهیه کارگاه فلسفه ژاک دریدا. ژاک دریدا ارائه مطالب به صورت تخصصی و عمیق انجام میشه، استفاده از زبانی روشن و قابل فهم، بهره گیری از مثال ها و مباحث موردی متنوع، امکان مرور و بازبینی مطالب در هر زمان و مکان، قابل استفاده برای افراد در سطوح مختلف آشنایی با فلسفه. حالا نقد متافیزیک غربی. دریدا با پرسش از مفروضات اساسی متافیزیک غربی مانند ثبات من و حضور و هویت چالش‌های اساسی را برای تفکر سنتی ایجاد کرد. او استدلال کرد که زبان ذاتاً ناپایدار و چندوجهی است و هیچ معنای واحدی وجود ندارد که بتوان را به طور قطعی تثبیت کرد. این هم به زیر سوال بردن بسیاری از دوگانگی‌های بنیادی که تفکر غربی بر آن بنا شده است، مانند ذهن، بدن، فاعل، مفعول و گفتار نوشته منجر شد. توسعه ساختارشکنی. ساختارشکنی روشی برای خواندن و تفسیر متون است که به دنبال تناقضات ابهامات و ناپایداری های درونی آنهاست. دریدا از ساختارشکنی برای نشان دادن اینکه چگونه متون اغلب معنای خود را از طریق آنچه سرکوب میکنند یا نادیده میگیرند به دست میآورند استفاده کرد. این امر به درک عمیق‌تر قدرت و ایدئولوژی در متن کمک کرد. تأثیر و مطالعات فرهنگی. ایده های دریدا در مورد زبان، معنا و قدرت تأثیر عمیقی بر مطالعات فرهنگی داشته است. از ساختارشکنی برای تجزیه و تحلیل تیپی وسیع از پدیده‌های فرهنگی از جمله ادبیات، فیلم، رسانه و هنر استفاده شده است. این امر به درک ظریف‌تر از نحوه تولید و بازتولید معنا در فرهنگ کمک کرده است. ترویج عدالت و برابری. دریدا در اواخر عمر خود به طور فزاینده به مسائل عدالت و برابری علاقه‌مند شد و از فلسفه خود برای نقد اشکال مختلف ستم مانند نژادپرستی، جنسیت‌گرایی و همجنس‌گراستیزی استفاده کرد. او همچنین از اهمیت گفتگو و بحث آزاد در ترویج جوامع عادلانه‌تر و برابرتر دفاع کرد. کاربردهای فلسفه دریدا بسیار گسترده است و در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. فلسفه. کار دریدا همچنان در فلسفه معاصر مورد بحث و مناظره است. فیلسوفان از ایده‌های او برای کاوش در طیف وسیعی از مسائل جمله ماهیت واقعیت، اخلاق و رابطه بین انسان و ماشین استفاده می‌کنند. ادبیات ساختارشکنی به یکی از ابزارهای اصلی نقد ادبی تبدیل شده است. از آن برای تجزیه و تحلیل متون ادبی و آشکار کردن معانی پنهان و تناقضات آنها استفاده می‌شود. مطالعات فرهنگی. ایده های دریدا در مورد زبان، معنا و قدرت در طیف وسیع از زمینه های مطالعات فرهنگی از جمله مطالعات فیلم، مطالعات رسانه و مطالعات جنسیت به کار گرفته شده است. حقوق. کار دریدا در مورد تفسیر و معنای متن در تئوری حقوقی تأثیر گذاشته است. از آن برای تجزیه و تحلیل متون حقوقی و استدلال برای تفاسیر جایگزین قانون استفاده شده است. علوم اجتماعی. ایده های دریدا در مورد هویت و تفاوت در تئوری های علوم اجتماعی به ویژه در زمینه‌های مانند مطالعات پسا استعماری و نظریه فمینیستی هم به کار گرفته شده. فلسفه ژاک دریدا چالش برانگیز و پیچیده است، اما همچنین عمیقاً تاثیرگذار و مرتبطه و کار رو به ما کمک می‌کنه تا جهان رو به شیوه‌های جدید ببینیم و مفروضات اساسی رو که غالباً بدون چالش می‌پذیریم زیر سوال ببریم. ایده‌های او همچنان در زمینه‌های مختلف مورد کاوش و بحث قرار می‌گیرند و تأثیر آنها بر تفکر معاصر همچنان ادامه خواهد داشت. تو این آموزش تمامی جزئیات مربوط به فلسفه ژاک دریدا به صورت کامل جامع و کاربردی بررسی میشه. شما از آن میتونید برای تایید این آموزش به وبسایت برنامه‌نویسان مراجعه بفرمایید.